خب دستگاه نوا، گامش مانند شوره، فواصلش کاملا عین شوره، اما استقلال خاص خودش رو داره، حالت خیلی عمیق و درونگرایی داره. فواصلش رو اگه بخوایم کار بکنیم همون تمرین گام شور کافی است، اما فقط باید توضیح بدیم که شاهد نوا درجه چهارم شور هستش. البته دستگاه مستقل نیست، مانند ابهات شباهت زیادی داره به ابهات، شباهت زیادی به مایه افشاری هم داره. حالا من قبل از اینکه تمرین گام رو بدم، تصنیفی هم در مایه دستگاه نوا اول میخونم که دوستان بهتر آماده بشن. این تصنیف از باز هم از تصنیف های دوره قاجار هست و منسوب هست به علی اکبر شیدا. رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه حبیبم، خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه، من مست و تو دیوانه حبیبم، من مست و تو دیوانه حبیبم، ما را که برد خانه، ما را که برد خانه. شوخه با تمیز دلبر عزیز، شوخه با تمیز، برخیز و بریز زان می که جمان سازد، عشقم به تو پردازد، عشقم به تو پردازد. همچو فرهاد و روم، همچو فرهاد و روم، از عقب کوکنی. تو مگر شاه نکورویانی، تو مگر ماه پریرویانی. دلبر عزیز شوخ با تمیز، برخیز و بریز زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد. همچو فرهاد و روم، از عقب کوکنی. تو مگر شاه نکورویانی، تو مگر ماه پریرویانی. دلبر عزیز شوخ با تمیز، برخیز و بریز
زان می که جوان سازد عشقم به تو پردازد، زان می که جوان سازد عشقم به تو پردازد. خب در مورد این ترانه که لازم براتون توضیح بدم که اولا ریتم این ترانه 6-8 سنگین هست و 6-8 که ریتمش نسبتا کنده و بعد اشاره به گوشه عراق میشه یه جایش صورت خیلی مختصر اونجا که میگه این که در اومدش بود رفتم در میخانه حبیبم، این خود ملودی اصلی نواست، یا رفتم در میخانه حبیبم. بعد قسمت بعدی اونجا که میگه دلبر عزیز، دلبر عزیز شوخ با تمیز برخیز و بریز. اینجا یه اشاره‌ای تقریبا به صورت خیلی مختصر البته به حال و هوای گوشه عراق میشه که البته اگه بخوایم عراق رو در نوا هم بخونیم که بعدا انشاءالله فراخواهید گرفت در همین جا هستش. یا جان، یعنی شما میتونین تمرین تحریر رو اینجا باز انجام بدید. آخ جان، یعنی از درآمد نوا 3 درجه بریم بالاتر، مثل افشاری که با 3 درجه میرفتیم بالاتر همونجا عراق قرار میگیره. ببینید و می فا سول سو را سی دو، این تمرین رو انجام بدید. آخ جان، آخ جان، حالا یه شکل دیگه. یه پرده بالاتر. این تمرین ها باید با راهنمایی هنرآموز شما یا یه نوازنده ای سعی کنید این موتیوا رو بسازید و تمرین کنید، یعنی به این صورت. اینا دیگه تحریر بود دیگه، یعنی تمرین نبود، ولی اگه بخوایم تمرین از توش در بیاریم اینو میشه به عنوان تمرین شما انجام بدید. به همین صورت میشه موتیف ها رو ساده تر کرد، بازم ساده تر. یا ساده تر خب در جای دیگه ای از ترانه گوشه نهفت اشاره میشه که در واقع گوشه نهفت میشه، بازم نوا رو میگیریم، ره می فا سول 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 لا سی دو ره، یعنی دقیقا سول لا سی دو ره، سول لا سی دو ره، درجه پنجم نوا. تو مگرش ببره، تو مگرش ببره، خسرو به پرویز کنی. که اینجا یه تمرین هم در گوشه نهفت تو میدم. این تمرین رو انجام بدین. آه
میفاری دوره میفاره اگه این موتیف ها رو تمرین کنید با گوشه ها بهتر آشنا بشین، یعنی میتونید حال و هوای این گوشه رو بهتر درک بکنید. این یک بیت رو هم میخونم به عنوان خاتمه این بخش در گوشه نهفت. مثنوی نهفتی است که استاد شجریان خوندن. آتش عشق تو در جان خوشتر است، آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است، هر که خورد از جام عشقت قطره ای تا قیامت مست و حیران خوشتر است، خوشتر است. Oh, 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 oh.